دست به غمم قلم کشنده است خودش نگیرم دشنه به دست ورق برنده است خودش. سلام میکنم خدمت سینا طعم عزیز، چطوری آقا؟ خوبی؟ چه خبر؟ سلام عزیزم، خوبم، عالی، مرسی که اینجام و برو بریم. دمت گرم که دعوت رو پذیرفتی اومدی بعد از 2 ماه با مشقت‌های فراوان، عوامل بیرونی. آره، بالا پایین خیلی داشت قضیه. آره، رسمی. ولی بالاخره اینجاییم. آقا سینا تهم، متولد 22 اسفند 1367، از اولین رپرها و پرودوسرهای رپ فارسی، درسته تا اینجاش؟ بله درسته کاملا. آقا من زمان که شروع کردی خب جزو اولین پرودوسرهای رپ فارسی بودی، اون موقع به جز خودت کیا پرودوس میکردن؟ کیا بودن؟ ببین من خیلی کوچولو بودم که شروع کردم این کار رو و فکر میکنم قبل از من یه آقایی بود به اسم شاهین که آهنگساز هیچکس بود، آهنگ تریپ ما رو ساخته بود. من و مهدیار هم دوره بودیم با هم و تو اون دوره کسای دیگه هم فکر میکنم احسان آتور هم بود و دیگه خاطرم نیست. بعد از اون هم خب حال این چیزی که من دارم میگم حالا خیلی در واقع اوایلشه، یعنی حتی باب نبود که آهنگ های خودشونو بسازن رپرها، رپ کنها و روی بیتای دانلودی و اینا میخوندن، اگه خاطرت باشه. تو حالا نمیدونم چند سالت بوده اون موقع. آره دیگه مد بود دیگه، من سنم که اون موقع نمیخورد، ولی خب اومدیم جلوتر چیز کردیم دیگه، رفتیم پیشو گوش میدادیم. آهنگای خوب آمریکایی رو خیلیا چیز میکردم، ولی خب کاورای ایرانیشو من خیلی دوست داشتم، یعنی بچه‌ها بعضیشون واقعا قشنگ در میوردن. آره آره، ما خودمونم خونده بودیم، نه اینکه مثلا چیز بدی باشه، ولی خب تلاش کردیم که اورجینال ترش بکنیم، اصالت بیشتری داشته باشه. آقا اول از همه یه شایعه بود، من تو اینترنت اینو چند بار خوندم، که یه رپری به اسم حسن یا حسین بوده، سال مثلا تو 78 اینها اعدام شده. همچین داستانی واقعا اون موقع بوده یا شایعه است فقط؟ نه نشینده بودیم. نه، من توی چند تا بلاگ و اینا خوندم که اوکی. خب آقا یه بحثی همیشه هست بین اینکه اولین موزیک ویدیو رپ فارسی کدومه، و توی سایت‌های مختلف 3 تا موزیک ویدیو هست که میگن این اولیشه. یکی از آهنگای خودت که با شاهین فلاکت خونده بودی به اسم خوش اومدی به تهران، اون یکی تریپ ماه و اون یکی برو از پیش من. کدوم اول بوده؟ درسته. ببین به ترتیب اگه بخوام بگم تریپ ماه، بعد خوش اومدیم به تهران، بعد حالا اون یکیه، منتها برو از پیش منه. و نکته چیه؟ نکته اینه که تریپ ما رو کسی که در واقع تدوینش رو کرده بود، چون فیلم برداریش رو خود اون بچه های خیلی ویدیو انجام داده بودن، کسی که تدوینش کرده بود فربد خوشتینت بود که بعدا تبدیل شد به یکی از در واقع چرا ذهن من آهنگساز نه نم آهنگساز یا کارگردانی که چون داشتم تون حرف میزدم خیلی پیشرفت کرد، حتی برای در واقع در سطح جهانی هم تونست فعالیت بکنه. و ما رفتیم پیشمون بعد از اینکه دیدیم تریپ ما رو تدوین کرده و بهش گفتیم که میتونی کامل یه کاری رو بسازی، خودت فیلم برداری کنی و اینا. گفتش که آره، تجهیزات اینا رو میخواد، ما هم فراهم کردیم و در واقع اون شد خروجی اون داستان. ما هم خیلی کوچیک بودیم در واقع نظر سنی و تجربه ای و اینا، یه جزء اولین تجربه های در واقع جدی اصلا زندگیمون بود. شاید توی این مسئله چند سالت بود؟ 16 اینا بودی؟ 15-16؟ نه کمتر بودم فکر میکنم. کمتر؟ 16. آره 16 سالم بود، غمنامه رو فکر میکنم دادم. بعد از اون آره قبلش بود، آره 15-16 فرق نمیکنه. نونهال بودی هم حالاش. آره افتر میشه نوجوان، ولی خب خب. آره دیگه نسل یک رپ فارسی اینطوری که نسل بندی کردن اون موقع 4-5 سال از من بزرگتر بودن. ماها با هم در واقع شروع کردیم، منتها من خیلی کوچیک بودم، اونا مثلا خب به هول و هوش 20 سالگیشون بود تقریبا. آره خیلی بچه‌ها موقع بودن سنشون خیلی کم بود، مثلا سینا نرگال و خود حسین و آره آره رسمی. نرگال اصلا از منم کوچیک، از ماها کوچیک‌تر بود باشن. ولی خب منظور اینه که از کسایی که در واقع الان ادامه دادن و این نسبندی ها شکل گرفته و این داستانه دیگه. خب آقا توی آهنگ حالا اون همکاری که با فلاکت داشتی، فلاکت توی مصاحبهش فکر کنم 6 یا 7 سال پیش بود که میگفت اسم نه آقا نه 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 کرکس نذاشتم من هیچ وقت اسمم رو، و اینو بارام گفتم آره اینو بدیم بره، حالا فرقی هم نمی کنه اصلا آقا من بودم. خوبه نه من نبودم، ولی
چرا فلکت اون حرف شما... زد؟ منم واقعا فکر میکردم اسمت فلکت رو من ندیدم چی گفته کرکس. آخه نمیدونم شاید ذهنش درست کار نمیکرده اون لحظه اگه گفته ببین یادم نیست گفت کرکس یا کفتار، ولی یادمه توی مصاحبه پرشن پاپارادزی بود که راجع به این ویدیوتون صحبت شد. آره اگه گفته باشه اون ما یه چیزی یه آیدی داشتیم KAFT_R مال زمان یاهو مسنجر، اون وقتایی که کوچولو در واقع خیلی کوچولو بودیم و اینا، مال اون موقع است، اصلا ربطی به رپ و در واقع فعالیت اینجوری نداره. آها یعنی یه آیدی کفتار بود. اگه میگم همچین چیزی گفته بوده نه، اون به خاطر بازی کلماتش بود دیگه، مثلا فکر می‌کنم باحاله. فاصله آر، آر کپیتال. اوکی. خب آقا یه سوالی هست هر وقت ازت میپرسن یا میپیچونی یا میپیچونی، و اونم اینه که خب توی خیلی از سایت‌ها اینور اونور نوشته که سینا تهم آهنگسازی رو به مهدیار آقاجانی یاد داده. آیا صحت داره؟ نپیچونی این دفعه. بابا بذار اینجوری بگم، ما با هم دیگه شروع کردیم و اون توی زمینه آهنگسازی به صورت حرفه‌ای‌تر پیش رفت، من از این ور خوندن و در واقع رپ کردن و این داستانا هم در کنارش داشتم و مسیرامون هم از هم دیگه جدا بود. اوکی، با هم شروع کردین، ممکنه از آره. ما هم یه سری چیزا یاد گرفته باشین، ولی آره فاز مربی شاگرد حالت تعریفش. خب آقا از این داستان بگذریم، یکم شلش کنیم، بعد میخوام یکم حاشیه رو توی وسطش بیارم. تاپ 5 رپ فارسی توی رپرها. اوه این سخته. آقا بذار اصلا یه چیز دیگه بگم، 5 تا از تاثیرگذارترین رپرهای تاریخ رپ فارسی از نظرت. آن تاثیرگذار، این سوال خوبیه. یاس به قطع، عرفان 100%، هیچکس 100%، و بچه های زدبازی، حالا به کل در واقع مجموعه شون رو یه واحد اگه حساب بکنیم، و دیگه کی فکر میکنی؟ تأثیرگذار به نظر من بهرام. تأثیرگذار بهرام نه، به نظر من تشکل دیوار. آها. یعنی اون کسایی که باعث و بانیش بودن، چون رز رو در واقع معرفی کردن، بهرام رو معرفی کردن، نوید رو دارم و حالا بچه های دیگه هم که هستن، اینا اثرگذاری خوبی داشتن، یعنی با یک جنبشی بودن و یه جریانی بودن از اون طرف. خیلی از خوبا باشن. رو معرفی کرده، یعنی از نیموش بگیر تا خود بهرام، حتی یه تایم تم به ده و خیلی های دیگه با حالا آتور و دیوار اون موقع خیلی کارا کردن. حالا تعریف از خوب متفاوته. نه شوخی میکنم. تاپ 5 آلبوم های رپ فارسیت. ببین مزمن از رز برای مثال همیشه یکی از آلبوم هاییه که من خیلی باش حال کردم. مزمن همونه که رنگی توش بود دیگه، درسته؟ فکر نمی کنم. نه دیگه رنگی فکر کنم. رنگی بود. نه راست میکنم. مزمن اولین آلبوم رزه. اون قشنگ یه تغییر یعنی یه انشعاب جدیدی از رپ فارسی بود که خیلی من حال کردم. بگو آخه اسم آلبوم ها رو. از خانه تا گورو داریم که من مجبور نشم آلبوم های خودم رو بگم با اون. اوکی. جنگل آسفالت رو داریم، از خانه تا گورو داریم، 24 ساعت، سکوت، بزرگ، اشتباه خوب. 24 ساعت خوبه، بزرگ خوبه به نظرم. من خودم توی چیزا، من سکوت رو از 24 ساعت بیشتر دوست دارم، ولی با هر کی صحبت میکنم 24 ساعت رو بیشتر دوست دارم. حالا نمیدونم، شاید به خاطر 24 ساعت یه اصطلاحی هست میگن کلاسیکه کاره. 24 ساعت یه مجموعه کلاسیکه کاملا، سبک و سیاق و پرفورمنس و همه چیش درست چفت و بستش. اصلا یه عجوبه ای بود، جالب بود واقعا. آره. بعد دیگه که مرد تنهای سورنا، بعد آوار سورنا، حتی گوزن سورنا، به نظرم اینا میتونن حالا ما خیلی خفنی باشن. من سورنا رو خیلی دوست دارم و براشم احترام قائلم، ولی اونجوری هنوز آلبوم هاش رو عمیقا توش نرفتم که بخوام بگم کدومش مثلا بهتره. اون به نظرم یه کاتگوری جدایی که باید پرداخته بشه بهش. سورنا من چیزی که ازش دوست دارم خیلی تغییر میکنه، یعنی مثلا مرد تنهاش اصلا یه چیز دیگه است، بعد میاد جلوتر داستان محور میشه مثلا توی آلبوم نگار و حتی خیلی دوست. ترجیحم این بود، یعنی خیلی دوست داشتم که کاش یه ذره تصویری هم فعالتر بود و مخاطبش رو با اون چیزی که تو ذهنش از نظر تصویری هستم بیشتر آشنا میکرد، چون خیلی میتونه تأثیر بذاره توی تبادل.
خب همیشگی عرفان بود. همیشگی هم خوبه، همیشگی هم جزء کلاسیکاست فکر میکنم. سخت شد واسه خود منم، من بیشتر دوست دارم نزه و خود منم این سوال میپرسن سخته. سوال آره دیگه، برمیگرده به خودت جام میزنی. آره بعد چالش، یه لیست داشته باشی تو، یه لیست بزن به دیوارت، اسم همه رپ کنه و همه بفرستم برای آرتیستا بگم سری اینا کدومش. من دیگه جلوت تونتو میتونی بگی همه رو. آره اونم میشه. خب آقا تاپ 5 آهنگسازات نگو باز خب نه آخه واقعا ببین انقدر زیادم بچه ها، مثلا دارا رو خب من به تب دوست دارم، اگه حالا از پایدار نخوام بگم کاگان قطعا جزوشونه، دهخان هست، ای پلاس، مهدیار، هیدن، جی جی، کچیبیت، آتور و آتور. مزراب رو یه واحد حساب بکنیم چون بچه های دیوار به حساب میان، اونا هم به نوبه خودشون خیلی خوبه کارشون. فارسی هم تو دیواره دیگه، فارسی هم خیلی خوبه. فارسی هم تو دیواره، نمیدونستم حقیقتا، ولی آره فارسی هم خوبه، دو سه تا کار جالب ازش شنیدم. اینجوری گفتی منم شک کردم تو دیوار بود فارسی. نمیدونم اطلاعات غلط نده به مردم. کیا رو دیگه گفتی؟ مراد، هیدن، عریض، جی جی، کچی بیتس. کچی بیتس همون خشی ساری که ما خودمون میگیم. خشی به نظرم خوبه توی این سه نفر، فکر میکنم از تیست و خلاقیتش بیشتر نزدیکه به اون چیزی که من میپسندم. مهدیار چجوری؟ مهدیار هم ببین، مهدیار واسه خودش در واقع جریانیه دیگه، خیلی وقتا سلیقه من نبوده ولی دلیل بر این نمیشه که کار بده یا از نظر فنی یا تکنیکال بشه ایراده به اون شکل ازش گرفت. میدونی این در مورد خودم من ادامه میشه، ممکنه یه کسایی راجبه یه آهنگایی یه نظرهای خیلی عمومی بدن ولی وقتی بحث تخصصی بشه و بشینیم پایین که پروژه رو آنالیز کنیم که چه اتفاقاتی افتاده و توی هر میزان چه اتفاقاتی حتی داره میفته و اینا، اون موقع است که میفهمیم که کی در واقع چی کار است و چه کاری داره انجام میده. این که تو در نهایت حالا یه لوپ آماده بندازی و درامز رو بچینی زیرش و یا حالا خودت رو به عنوان آهنگساز جا بزنی ولی همه عوامل رو از این ور اون ور بیاری، یه ریف از این بگیری، یه نمیدونم صدا از اون بگیری و اینا، خیلی هم میکنن این کار رو ولی من نظر شخصی و سلیقه خودم اینجوریه که چی شد اصلا داشتیم گفتیم که آره کلا این مسئله بود دیگه که یه سری از بچه‌ها این خلاقیت و فن رو با هم دیگه دارن. کسایی که اسپوردیم، کسایی که اسم نبردیم هم از نظر سلیقه‌ای یا حالا مثلا اون بحث تکنیکال هم میشه در واقع بهشون پرداخت به نظر. ببین راجب مهدیار بعد از مجاز خیلی ها میگفتن که اصلا خیلی از نقده بود که حتی مهدیار داره هیچ کسو خراب میکنه، اصلا داره چیکار میکنه و این حرف. قبول دارم اینو قبول دارم. من فکر میکنم اگه هیچ کس مثلا چند سال پیش جدا شده بود و مسیرش رو جدا کرده بود از این در واقع مسیر مخربی که از دید من داشتن این بچه ها پیش می رفتن، خیلی میتونست همچنان در واقع اون هیچ کس با اباحت باقی بمونه به نظر من. یعنی به نظرت اصلی بگو چی؟ یعنی به نظرت مهدیار و حالا شاید فدایی کلن بکس ملتفت این اباحت هیچ کس ازش گرفتن؟ آره حالا نه اینکه انقدر مستقیم بخوایم یه همچین چیزی رو به قاطعیت بگیم چون به هر حال نکات مثبتی هم حتما برای خودشون داشته یا این چیزیه که به خیلی ها میتونه وارد باشه، مثلا به عرفان هم حتی وارده یه همچین چیزی، نه اینکه وارد باشه ببخشید، منظورم اینه که در موردش میگن ولی لزوما نمیتونه وارد باشه این در واقع اتهام یا فرمت. ولی نکته اینه که اینو می‌خواستم بگم که به نظر من نکته قوت هیچ کس توی کلامشه، توی شعریه که می نویسه و توی اون تصویریه که داره رقم میزنه و اینا از یه جایی به بعد، یعنی حتی اینجوری بهت بگم از دید من اکثریت اون آهنگایی که تولید شده طی این سالها از بینش چند تا خیلی خوب در اومده که خب هم مردم خیلی استقبال کردن و اتفاقات اون شکلی افتاده ولی عموماً از دید من خواننده و آهنگساز با هم دیگه اونقدر مچ نبودن و اینجوری بوده که هر کی ساز خودش رو انگار می‌زده و آهنگساز اصلا اینم یه ایرادیه که به اکثر آهنگسازا وارده. یه سوال، از آهنگساز منظورت بیت میکر یا پرودوسر؟ فرقشون رو به من توضیح بده تا بهت بگم. ببین آخه پرودوسرها معمولاً کلاً میان کلیت آهنگو می‌بینن، حالا میتونه طرف خوش بیت میکر باشه یا نباشه و
بیاد کلن اون آهنگو بگه آقا اینجا باید اینو بگی، اینجا اینو کم کنی، اینجا این بهتر میشه، فلانی اضافه کنیم خوب میشه. اینا کلی رو کار یه دیدی دارن و کارو میبرن جلو. بیت میکرها معمولا فقط بیت میزنن تحویل میدن دیگه. پس میتونیم اینو تو کاتگوری پرودوسر قرار بدیم دیگه، چون مشخصا پرودوسر بوده و کسی بوده که اشراف کامل داشته به اون پروژه‌ای که داشته انجام میشده. خوب شد اینو اتفاقا توضیح دادی، شاید برای مخاطبم جالب باشه. پس به عنوان پرودوسر خیلیا تأکیدشون روی اینه که اون المانایی که گذاشتن توی آهنگ، من خودم هم حتی شاید این کارو توی یه دوره انجام میدادم، غالب باشه به صدای خواننده. حتی میفهمی که مردم انگار دوست داری بشنون که چه اتفاقی داره توی بیتت میفته، در صورتی که این باعث میشه که اون خواننده یا موفق از اون کار بیاد بیرون، یا اینکه اتفاقا برعکس خیلی خراب بشه و اون چیزی که داریم ازش صحبت میکنیم اتفاق بیفته. و در مورد هیچ کس به نظرم اینجوری بود و میتونست، حالا شاید هم بتونه، حالا نمیدونم تو چه دوره ای هستم، ولی جا داره همیشه که برگرده به اون هیچ کس با اوباحتی که همیشه بود. قلمی که قلمش هیچ کس همیشه خوب بوده یعنی واقعا، ولی خب آره، واقعا بعضی از سعودیشو داشت. آره ولی موزیکاش واقعا بعضی وقتا یه جوریه که اصلا نمیتونی زیاد گوش بدی. با این حال من مثلا خودم رو خیلی از کاراش مثل چرا نمیمیری قفل بودم زیاد. و اینم بگم حالا یه پرانتز وا کنم، وقتی آرتیست یه راهو رفته و یه راهو نرفته، نمیشه آدم بگه اگه اونو میرفت بهتر بود، ولی خب نتیجه کاری که داریم میبینیم میتونست بهتر باشه، پس میتونست راههای دیگه هم انتخاب بکنه. آقا یه موج جدیدی توی رپ فارسی راه افتاده، البته خودت هم جزو کسایی بودی که معمولا موجای جدید و همیشه جزو پیشتازا بودی، مثلا مثل ترپ و این داستان ها، اما یه موج جدیدی اومده به نام دریل و نظر راجع به دریل چیه و آیا دریل میخونی یا نه؟ من دارم، آره یکی دوتا کار دارم. ما آخه یه سرمونم وصله بچه ها توی لندن دیگه، اونا خیلی زودتر از اون چیزی که، یعنی اون روزی که من یادمه که ایمان برا من یه کار دریل لندنی گذاشت، انگلیسی در واقع بریتیش، و خیلی یعنی مثلا حدودا شاید یک سال و نیم بعدش تازه باب شد اصلا دریل. و آره در مجموع به نظرم جالبه، ولی مطمئنن زود گذره و یه سبکیه که دیگه نمیشه، میدونی، چون اگه بخواد به این فلوهایی که دارم میخونن محدود بشه زود در واقع خسته کننده میشه. این فلوه که خیلی رو مخه، یعنی یه فلو یکی دوتا از بچه های این سبک آوردن، حالا خیلی بچه های خوب نسل هستن که با فلوهای دیگه کار میکنم، مثلا مثل یانگ استادن یا پوری، ولی خب حتی هیپاپولوژیست و زیرو تونی وان کید که حالا فلوهای زیرو تونی وان کید و چیزو سروشو هر کی میخواد بگه منم این کارم میاد میزنه، اینجوری که غذا درست کنیم املت چه میدونم با شرابم میزنم دومبه. بابا یکم نوآوری یکم یه حرکتی. آره دقیقاً این رفتار مخ. بعد یه داستان دیگه هست، نظر راجع به اینکه مارکتمون دو سه سال عقب از مارکت جهان چه، مثلا همین دریل یه زمانی فکر می‌کنم دو سه سال پیش بود که توی آمریکا و اینا هم خیلی باب شد، خیلی ها خوندن و اینا، و الان خابیده و تازه تو ایران مثلا اینجوریه که همه دارن دریل میخونن، بچه نسل سه نسل یک اینا. ببین در مجموع هر چیزی که باب میشه یه فرایندی داره، اول اون کسایی که شاخکاشون از بقیه بیرونتر و رادار قوی تری دارن یه چیزایی رو متوجه میشن، میرن سراغش که اینا میتونه نسل جدیدی برای یه کاری باشه. بعد که اینا بهش رو میارن کم کم میاد توی اون حد وسطی که آدمایی که سلیقه بهتری دارن یا در واقع مخاطب حرفه‌ای تری هستن یا کارو به صورت حرفه‌ای انجام میدن بهش رو میارن. یه وقتی هست که این میرسه به عموم دیگه، یعنی کاملا یه چیز عامیانه میشه و اون موقع است که ما میگیم به قول معروف روغنش در اومده دیگه. بعد ببین مارکت ما یا کلا مردم ما متاسفانه جز اون دسته عمومه قرار دارن، یعنی یه اکثر پروداکت ها وقتی که گفتم به اون عموم میرسه دیگه انقدر وایرال شده که داره میره به طرف نخنما شدن. مسلما بین در واقع همه آدما، هر جماعتی هر اجتماعی، باز آدمایی هستن که اون فاکتورهای اولیه رو داشته باشن که زودتر متوجه بشن، یا اینکه خودشون اصلا بنیانگذار یه جریان یا یه موجی باشن. ولی از این نظره، یعنی اگه بخوایم تحلیل کنیم، بس خیلی دیگه فکر کنم تخصصیش کردیم، اگه بخوایم تحلیل کنیم به این دلیله که اینجوری در واقع این اتفاق میفته. من فکر کنم ترس دلیلش،
چون یه دلیل دیگه هم هست، مثلا من فکر میکنم دیریل و باید بچه هایی که قدیمی تر بودن، سبک بودن، میومدن تست میکردن، به مارکت معرفی میکردن، نه بچه های جدید. چون بچه های جدید حالا درسته مثلا یه چیزی میگم لزومن نه، چون ببین الان بچه های جدید این رو باب کردن. آره نه اون که نسل های قدیم هم دارن بهش رو میارن، دیدن جواب داره میده. یا آره اون قدرت بچه ها که آره اون قدرت بچه ها که سر جای خودش. ولی مثلا من فکر میکنم چون نمیشه توی آرتیست معروفی باشی و با مارکت خارجی خب چیز اخت نباشی، ندونی چه خبره، و فکر میکنم از ترسه میاد که نمیرن سبک کار جدید، یا اینکه اعتماد به نفسی که آقا این کار ما داره میتره که دیگه مثلا چرا مثلا برم زحمت بدم یه کار دیگه مثلا بکنم. ممکنه، ولی خب بعضی هم سبک و سیاق و استایل خودشونو دارن و لزومن روی همه ترندها و همه اتفاقاتی که داره باب میشه تو دنیا روی اون موجه سوار نمیشن. من خودم معمولا همیشه امتنا میکنم، یا اینکه یه چیزی که ترنده واقعا و جالبه به نظرم، اون برداشت خودم. اتفاقا پیروزا داشتم با دارا راجبه یه همین پروژه دریلی که داریم با هم دیگه صحبت میکردم و دارا خیلی سفت و سخت میگیره که مثلا باید رپ باشه یا باید اینجوری باشه یا فلان. من از اون و برعکسم، میگم بابا قانونا رو ول کن دارا، چیکار اوکی قراره چیدمان درامزش به این شکل باشه، بقیهشو بذار اون کاری که دوست داریمو بکنیم که بشه کار ما. میفهمی چی میگم؟ اونم درسته کاری که میکنه، آره، ولی من از زاویه دید خودم کارو این شکلی میبینم همیشه. یه کوچولو قدیما شیطون بودی، جدیدنا شیطون نیستی. یعنی یه کوچولو انگار به یه بلوغ مثلا خاصی رسیدی، یکم مثلا میگی این کار کنم چیکار. مثلا تو آهنگ به نام من میگفتی وقتی تو این آهنگ بدون بریجا بریجا که هوگم که با فلان و فلان تو فلان دیگه از اون شیطنت ها نمیکنی، چی شده؟ ببین طی چند سال گذشته من کلن یه مسیری رو داشتم امتحان میکردم که خیلی ایجاب میکرد در این حال که من یه مقدار شسته رفته تر و متشخصانه تر به قول معروف برخورد بکنم. اتفاقا تازگی ها اسم میکنم اون شیطنته یه مقدار برگشته درونم. تو کارداشیان برگشته بود؟ آفرین. آره البته کارداشیان واقعا یه کار قدیمی بود که یه دستی به سر گوشش کشیدم و همجور ریلیزش کردیم، ولی حالا کار جدید هست. امسال خیلی فکر میکنم کار دارم، یه عالمه بذر کاشتیم که اینا دونه دونه میزنه بیرون و مخاطبا فکر میکنم حال بکنن. یعنی یه خروجی خیلی ترتمیز و شسته رفته از همه اون چیزایی که از تهم همیشه انتظار میرفته رو امسال فکر میکنم بدم به مخاطبا، ببینیم چی میشه. آقا گفتید شرایط ایجاب میکرد که شسته رفته باشی، میخواستی بری خواستگاری؟ نه نه نه، به خاطر شرایط زندگی و کاری کاری که انجام میدادم. یه نکته ای رو میخواستم بگم راجب اون مثالی که زدی برای آهنگ به نام من. اتفاقا یه داستانی هم با خود فریناز پیش اومد که بعدش به مسیج زد خیلی عصبانی که چرا همچه حرفی زدی، چی شده، چرا اصلا اینجوری شده، به من یه عالمه دارم مسیج میدن. بعد نکته چیه؟ نکته اینه که واقعا اون موقعی که من داشتم اون لاین رو، اون خط رو می نوشتم، کاملا منظورم این بود که کنار هم توی یه آهنگ قرار بگیریم و اون رو به اون قضیه تشبیه کردم که کامل برداشتا رفته بود اصلا به اون سمت و هیچ که اینجوری چیزش نکرد. حالا گفتم اینجا توضیح بدم برای اولین بار. کلا فکر کنم اینجور بارا دو سه بار استفاده شده توی رپ فارسی. یه دونه امیرعلی ایتو گفته بود تو آهنگ اینطوری، یه دونه پوریا پوتک بود و همیشه هم خیلی جنجال می آفرید. حالا مثلا پوریا هم خودش بود، اصلا منظور من یه چیز دیگه بود، ولی خب شیطنته بود دیگه. یعنی به این فکر نمی کردی که مردم اینا با ایهامش همون بود دیگه، وگرنه آره مسلمم. ولی از اون طرف هم خب بعضی باید فکر بکنن که خب چرا اصلا، حالا ولش کنین خیلی اوکی. آره قدیمی هم خب آقا پدر رپ فارسی کیه؟ پدر رپ فارسی در اومده حقیقتا. چجور ببین آخه بعد ببینی که معیارهای سنجش برای یه کسی که آدم بخواد اسمشو بذاره پدر رپ فارسی و ببینیم چیه. خب معیار تهم چیه؟ الان یه سری ها میگن پیچکسه چون اون جزو اولین رپرها بود یا شاید حتی اولی بود. بعضی ها میگن بهمن دیوه که اولین نفر بود خونده بود. بعضی ها میگن نه هیچ کسی چون بالا سر خیلی ها وایستا. به نظر من به اولین نفر، آره اصلا به رپ هیچ ارتباطی به این که اولین نفر کی رپ خونده به زبان فارسی نداره، اصلا به این ربطی نداره. برای اینکه ممکنه که چه میدونم عموی منم تو نوجوانیش مثلا فازشو گرفته بوده یه موقعی مثلا یه همچین چیزی رو امتحان کرده، دلیل میشه که عموی من پدر رپ فارسی باشه. میفهمی چی میگم؟
ولی از چند تا در واقع زاویه اگه بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، من خودم تو این دوره‌ای که در واقع توی رپ فارسی بودم از همون سنی که صحبتشو کردیم، خب هیچ کس رو دیدم که واقعاً از وجودش برای این داستان گذاشته، محله به محله رفته و رپ فارسی رو در واقع پروموت کرده و تبلیغ کرده و سی دی، حتی من یادم یه حالت کمپینی داشتن که با رفیقاش میرفتن سی دی میدادن به مردم و پخش میکردن و کارهای اینجوری تلاش کرد که فکر میکنم اولین حتی اجرا رو بذاره. اولین اجرا هیچ کس؟ آره، توی ایران اون موقع میخواست یه برنامه بذاره که جلوشو گرفتن و یعنی اجرا میز نبود اینو میخواستن بگم. آره. و از اون طرف حالا برای مثال یاس رو به نظر من نمیشه فعالیتش رو نادیده اصلا گرفت، برای اینکه یکی از در واقع مهمترین عناصر رپ فارسی بود که باعث شد خانواده ها و رنج سنی بالاتر پدر مادرهای ما در واقع با اون رپ، با اون در واقع اتفاقی که به عنوان رپ فارسی بود آشنا بشن، و از این نظر خیلی خوب در واقع فعالیت مهم و تاثیرگذاری داشته خود یاس. و از اون برم حتی عرفان واقعا به نوبه خودش بسیار مهره بزرگ و سنگینی بوده طی این سالها برای رپ فارسی، مخصوصا در حالا امتیازاتی که داشت که خارج از ایران بود و میتونست آزادانه تر و با کیفیت بهتری اون کار رو ارائه بده، خیلی باعث شد که استاندارد رپ فارسی اصلا شکل بگیره که موزیک ویدیو باید این شکلی باشه، آرتیست باید این شکلی باشه، پوششش باید، میفهمی اون چیزایی که من همیشه خودم صحبت میکنم در موردش. و حالا از این سه تا زاویه میشه هر کدوم از اینها رو آیا پدر رپ فارسی دونست؟ به نظر من اینها بنیانگذاران رپ فارسی شاید میتونستن اسم در واقع بهشون بدیم. اسم یکی رو نبرده، یعنی ببین حالا توی هیچ کس هم قبول دارم، یاس هم فهم کنم همه قبول دارن، عرفان هم که مشخصه دیگه، اون زمان که موزیک ویدیو با کیفیت میداد هیچ جا موزیک ویدیو نبود، ولی از زدبازی اسم نبردی. فهم کنم زدبازی هم اون تایم توی رایما و اینا خیلی تأثیر داشت و اینکه کچی شدن رپ فارسی. چون آخه ببین، آره، نکته چیه؟ نکته اینه که ما اگه بخوایم فقط اون بحث رایم رو در نظر بگیریم یا اون سبک و سیاقی که بچه ها توی اون زمان کار میکردن، این رو نمیشه به عنوان یه جنبش یا یه در واقع فعالیت خیلی گسترده یا یک آدمی که خودش رو وقف این کار بکنه که اون اتفاق بیفته در نظر گرفت. میدونی؟ اونا داشتن کارشون رو میکردن و یه سمتی رو در واقع داشتن به نمایش میذاشتن که مدل خودشون بوده و سبک و سیاق خودشون بوده و بازخوردش هم میگرفتن به همون شکلیه. ولی فعالیت هایی که این بچه ها کردن توی اون حوزه، مثلا ما از زدبازی هیچ وقت موزیک ویدیو ندیدیم یا خیلی اتفاقات دیگه حتی به اون شکل نیفتاده بوده، آلبوم حتی یا میفهمی فعالیت. آره، فکر کنم بچه های زدبازی تا 2011-12 عکس هم ازشون زیاد نبود، یعنی تعداد محدودی بود و خیلی نه منم خاطرم نیست خیلی. پس هیچ معیاری نیست دیگه، یه سری ها به هر حال یه سری کارهای بزرگی کردن و از زندگیشون از جوانیشون گذاشتن و هیچ وقت نمیتونی بگی فلان کس. آره فقط. آره، ولی این سه نفر به نظر من از بقیه بیشتر اعتبار بخشه. بله. اوکی. خب آقا، چند ماه پیش یه استوری زدی و یک سری درگیری رو داشتی با کسایی که خیلی دوست دارن سامورایی باشن و مشخصا به امیر خلوت و حتی سپر خلصه برداشت میشد که آهنگ یاکوزا رو داده بود. چی بود داستانش؟ آره، یاکوزا هم نوشته بودم. ببین چیز خیلی مهمی نیست، شیطنت دیگه، اون لحظه دیدی و مثلا میگید با خودت گفتی با این کارا رو ما قدیم کردیم الان اینا دارن میکنن، بذارید. آره، گفتم یه مثلا حالا مزایی کرده باشم که خیلی هم بد داشت پیش میرفت که از اون و منیجرشون شروع کرد بی احترامی کردن، که من اصلا گفتم که پسر خوب چرا داریم راجع به این چیزا به این شکل صحبت میکنیم، مثلا اوکی منیجرشون امید هنرور میگه چیل تر باشه. آره، حالا دیگه اگه میخواستیم اسم ببریم البته مشخصه دیگه، حالا فرقی نمیکنه، با خود چیزم صحبت کردم بعدش، امیر مسلک، نه با امیر هیچ وقت در واقع تماسی نداشتم، با خود مسلک هم صحبت کردم، اونم جناش سفت و سخت بود،
کلا میدونی نکته اینه که این بچه‌ها، عموم بچه‌ها هستن توی رپ فارسی، برای خودشون یه سنگری ساختن ته این سالها و اون سنگره رو انقدر سفت چسبیدن که اصلا نمیدونن دیگه کی هم سنگره کی نیست و تو چه جنایی دارن میجنگن، چه خبره، میفهمی؟ و هیچکی نمیاد سرشو بیرون بیاره از این داستان ببینه آیا اصلا جنگ هست، تموم شده، نشده، میفهمی؟ این نکته ایه که خیلی کم من میبینم، یعنی همه درگیر این داستانن هنوز و خیلی سفت و سخت درگیر عقایدشونن. میدونی تعصب اصلا به نظر من اولین قدم جهالته، اگه بخوایم اینجوری در واقع ازش اسم ببریم. آدمی که تعصب داره و میگه 100% یه چیزی همینیه که من میگم و نمیگه که اوکی 99% این اتفاق هست ولی 1% احتمال خطا هم وجود داره، این یعنی اصلا آدمی که تو هنوز نمیتونی باهاش وارد صحبت بشی. حالا در مورد این بچه‌ها مثال نمیزنم، کلا دارم میگم راجع به رپ فارسی و یه غیر مستقیم زدی دیگه. شیطنت نکن آرا، این بده موهاتم راستی با حال شده راجع به شف نزدیم الان سیزن جدید و آره دیگه با موه جدید اومدیم. آره با حال شده درد حال واقعی موهای خودته؟ نه موهای خودمه دیگه، موهام بلند بود. اکستنشن نیست؟ نه موهای خودمه، بعدم فهمیدم تبلیغ نشم، بعدم فهمیدم موهام خیلی خراب میشه، کاش همون میدادیم. ولی آره حالا اب نداره، تجربه هستی. آره آقا درو، حالا این داستان که ساعت کردیم، منم خودم یک گله دارم. خشایار خیلی قشنگ میگه، خشایار خودتون توی آهنگ الماس میگه وقتی رقابت نیست حالا بعدش چی. و بعضی وقتا بچهای رپ فارسی توی کلکلا فراموش میکنن که آقا این یه حالا یه بازیه که حالا دوتا چیز به هم میگیم ولی تهش همه همسنگریم و این رپ فارسی است. بعضی وقتا یه حرفایی میزنن یک چیزایی تو کلکلا میشه که رپ فارسی رو میاره پایین، یعنی یکی خارج از این کلکلا و فن بازی ها نگاه کنه میگه آقا اینا دارن چیکار میکنن اصلا، چرا این؟ و این خیلی رو مخه. کاش آره. بعضی وقتا این داستانه یکم بیشتر، این همیشه دغدغه من بوده دیگه تا این چند سال. اصلا اگه بره کسی که حالا مخاطب منه یا دنبال کننده است که در جریان، کسی هم که میخواد بدونه تا این چند سال فعالیت من که حالا صحبتش این بود که شاید شسته رفته تر و اینا، من خیلی سعی کردم دعوت به اتحاد بکنم و حتی پشت صحنه خیلی تلاش کردم، ولی متاسفانه اینو قبلا هم گفتم، از دید من هنوز به اون بلوغ فکری لازم نرسیده این جریان که بخواد اتفاقات بزرگی از در واقع خروجی بگیره ازش، میفهمی؟ خروجی گرفته بشه ازش، برای اینکه خیلی از این بچه‌ها، بذار اول بلوغ فکری رو تعریف بکنم، اینکه آدم به یه آگاهی برسه که متوجه بشه که این چیزی که ما به عنوان زندگی زیستن داریم انقدر خوشایند میتونه باشه که لزومی نداره خیلی کارا رو، خیلی اتفاقا رو آدم اصلا بره پیش. خب این یه بحثه، ولی از اون طرف یه اتفاق وحشتناک دیگه ای که داره میفته اینه که این بچه ها عموماً خودشون واقفن به این که چی کار دارن میکنن و فعالیتی که میکنن چقدر میتونه مخرب باشه، چقدر تاثیر منفی میتونه بذاره، ولی به خاطر اون توجهه یا به خاطر اون خروجیه یا به خاطر اون پوله یا به خاطر جبران کردن هر آنچه که به عنوان عقده درونشون بوده و تشنگیاشون رو بخوام برطرف بکنن، تم میدن به این داستان. و تا وقتی که این جریان وجود داره، اون چیزی که تو داری میگی چی میگن، زنگولش خورده نمیشه که متوجه بشن که نباید. همیشه یه گلگلکی باید باشه دیگه. آره یه قلقلکی باشه، مثلا وقتی باشه تو... اصلا اشکالی نداره، جزوی از دوام. نه نه نه، برای بلوغه، برای بلوغه باید یه قلقلکی باشه. میدونی مثلا به نظر من طرف اگه ببینه اوکی مگه بیام بخوام صلح کنم توش درآمد بیشتریه، میدونی خب قانع میشه که این کارو بکنم و یاد میگیره تو اون داستان و کسبش هم داره. ولی وقتی مثلا میبینه که آقا الان مثلا اعتماد کنیم هیچی نداره ولی بیام یکم مثلا اذیت کنم و فلان و اینا، یه سری حالا میتونه توجه و ایمپرشن و درآمد و فلان و اینا. ببین این نکته ایه که کلن از حالا چجوری بگم، توی سیستم ماها جا افتاده شاید که ما هر کدوم باید فقط به فکر خودمون باشیم و به فکر اطرافمون و آباد کردن دورمون نباشیم، و این باعث میشه که الان این چیزی که تو داری مثال میزنی، یعنی این که خب پس همه چی فقط پوله دیگه. آخه میدونی چیه؟ یعنی تنها ملاکی که برای این آدم وجود داره برای زیستن، نفس کشیدن و
اصلا هر کاری رو انجام دادن پوله. خب و وقتی که اینجوریه خب تو چیکار میخوای بکنی؟ چه قلقلکی میخوای آدم رو بدی؟ انگار که خودش متوجه است، چششو بسته روی همه چی و فقط دنبال اون پولا و منفعت است. ببین آخه یه داستانی داره، چون من اتفاقا داشتم با چند تا بچه‌ها صحبت می‌کردم راجع به حالا یه سری موضوعی که تو رپ فارسی پیش اومده بود. یه شخصی یه لفظی اومده بود و این لفظ برداشت عجیبی می‌شد ازش بشه و منو به این فکر فرو برد. من سیگار می‌تونم بکشم؟ آره راحت باش. و این منو به این فکر فرو برد که چون اون شخص کسی بود که سابقه دستگیری داشت، خیلی اتفاقا عجیب واسش افتاده بود و خیلی تو سن خودش خیلی حرکت‌های بزرگی رو می‌خواست رقم بزنه و حتی دستگیر شد و فلان و اینا، ولی خب تش هیچ که یادش نیست و هیچ منفعتی واسه طرف نداشته و حتی باعث شده که از کشورش خارج بشه. خب این شخص میدونی اون قلقلکه اونجا بود، اون موقع وقتی اون کارو میکرد میدونی الان نه اسمش هست نه سودی واسش داشته نه هیچی. خب این چرا دوباره بعد اون مسیری رو بره که بخواد سازنده باشه؟ میدونی چی بهت میگم؟ چرا بعد اونو انتخاب کنه؟ چرا نباید بره مسیر روبروش؟ چرا؟ یعنی منظورم اینه که نمیتونیم بلیم کنیم اون طرفو، مثلا بگیم تو الان چرا رفتی اینور؟ خب وقتی اونور بود چرا کسی پشتش نبود؟ میدونی چرا کسی نگفت دمت گرم؟ یعنی برای مثلا ساسان سونامی، مثلا ساسان سونامی چرا اسمش نمیاد؟ میدونی ساسان سونامی حالا خیلی اتفاقا واسش افتاده. سونامی کدومه که چیز کرده بود اسم همه رو آورده بود؟ نه ساسان سونامی یه موزیک داشت، یعنی یه آلبوم داشت توش یه موزیکی بود که بعد از اون دستگیر شد و آره بعد از اون کلا اصلا چند وقت بعد اومد و ادبیات طرف اصلا عوض شد، اصلا اسمش عوض کرد و خیلی مدت ها نبود. خب اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ من متوجه نشدم. ببین اینو گفتم دیگه، از اول توضیح بدم. نه ارتباط، ببین این که تو میگی طرف واسش همه چی پوله، میگم خب طرف یه زمان اومده یه سری نوآوری ها کرده برخلاف خیلی از داستان ها پشت شده و آسیبش رو دیده. یه نکته رو آرام بذار میونه کلامت بهت بگم، من با پول در آوردن هیچ مشکلی ندارم ها. اتفاقا خیلی هم حال میکنم و به نظر من اصلا آرتیستی موفقه که هم بیزنس رو بدونه هم کار هنری که داره انجام میده. و نکته اینه که فقط چرا پوله؟ تو هر وقت من حرفم همین بود دیگه، متمایل بشی به یه جناحی. اصلا بذار اینجوری بگم، من چیزی که دارم سعی میکنم از خودم منعکس بکنم اینه که تعادل، حد تعادل و حد وسط بهترین چیزه. حالا مخاطبان میدونن خیلی وقت هم هست که از این اموجی ماهی که نصفش تاریکتره نصفش روشنتره استفاده میکنم و سعی میکنم که با جریان دیگران اصلا این رو جا بندازم که شما هر وقت به یکی از این طرفین متمایل بشین از مسیر اصلیتون خارج شدیم. مسیر اصلی همین مسیر وسط است. چه هنر باشه، چه تجارت باشه، چه پول باشه، شهرت باشه، در واقع میفهمی؟ این به نظر من مهمترین نکته است و هر کسی که از این مسئله خارجه از دید من داره اشتباه میزنه و باعث میشه که خرابی به بار بیاره و یا از اون طرف هم اتفاقی رو رقم نزنه. میفهمی؟ آره الان این حرفی که زدی یه جرقه زد تو ذهنم و الان دلیلش رو فهمیدم. حرف من این بود که طرف اومده یه سری کارا انجام داده و فقط نوآوری و اینا مد نظرش بوده، همین این خیلی آسیبا بهش رسونده و تصمیم گرفته بیاد این ور، میدونی؟ و دیگه زندگیش همه شده پول. شاید اون موقع اشتباهش این بوده که من اینو نمیتونم بپذیرم، چون خودم مثال بارز این چیزی هم که دارم برات مثال، ببخشی میونه کلامت، دارم مثال میزنم، خودم نمونه بارز این داستانم. مگه من طی همه این سالها بارها نمیتونستم وارد اون فضا بشم یا مثلا استفاده، حتی سوء استفاده هم نه، کاری که میبینیم به عینه خیلی از بچه ها دارن انجام میدن، نمیتونستم این کار انجام بدم. من همیشه کسی بودم که مرزا رو هل دادم جلو، اون موقع متوجه شد خیلی ها نشدن، بعدم فهمیدن که اوه فضایی باز شده برای فعالیت کردن و حتی اون کردیت و اعتبارش هم نگرفتم، ولی به خودم یاد دادم که از اون ور تجارت رو هم فرا بگیرم و سعی کنم که این دوتا رو با هم دیگه بالانس نگه دارم که هم بتونم اون کار رو به بهترین شکل انجام بدم هم این کار رو. سخته، چالش های خودش هم داره، ولی همه اون راه های دیگه هم سختن و چالش های خودشون رو داره، ولی چیزی که نتیجه بخش توی دراز مدت از دید من فقط همین راهه. و این دقیقا مثالی که زدم تو حرفت گفتی من رفتم سمت نوآوری تجارت هم یاد گرفتم. میدونی خب اونی که میره سمت نوآوری تجارت رو یاد نمیگیره، میدونی خب خودت گفتید مثلا کردیتی واسه هم نمون، طرف میره خب کردیت نمون، پولم نمیاد، بی خیال، فقط پول. میدونی این برای خیلی اتفاق میفته دیگه. منظور من این داستان. خب آقا یه سوالی که خیلی ها پرسیدن و خیلی ها هم میپرسن
پایا چی شده؟ پایا با پایدار قهر کرده، خارج شده، چیه داستانش؟ پایا والا نیست حقیقتا، پایا رو یکی پیدا کنه که ما خودمونم بپرسیم ازش. آخه خیلی وقت پایا موزیک میده، هیچ کدوم از بچه های پایدار برعکس بقیه اعضا که آهنگ میدن همه شعر میکنه، برای اینکه فعالیتش اصلا به صورت گروهی با ما نیست به اون صورت، میدونی؟ یعنی خیلی وقت ما هم در جریان کاری که داره میکنه قرار نمیگیریم متاسفانه، و یهو میبینیم که در واقع یه کاری ریلیز شده یا پخش شده ازش. نظر داجب این افت شدیدی که کرده پایا چیه؟ ببین برمیگرده به همین مسئله دیگه، پایا خیلی از ما دور شده حقیقتاً، و حالا حقیقتاً جزئیات زندگیش هم من نمیدونم که الان درگیر چه جریانیه یا به چه صورت اصلا داره زندگی میکنه. تا اون موقعی که اصلا مشخصه دیگه، خروجی های پایا هر وقت که همراه با تیم بوده یا پروژه های تیمی بوده یا پروژه هایی بوده که ماها خودمون نظارت میکردیم یا بهش مشورت میدادیم و سعی میکردیم خروجیش تر و تمیز بشه، اونا همیشه اون پایایی بوده که مردم هم دوست داشتن و خروجی درست در اون خروجی رو میداده که مردم دوست داشتن بشنون. هر وقت هم که دور بوده به اون شکل واقع کارش پیش رفته. این رو حالا امیدوارم که زودتر متوجه بشه که چی به نفعشه توی این مسئله. و دقیقا آخرین ورس خوب پایا توی تیم من الماسه بود دیگه، که الماس بود فکرم اسم آهنگ، که چه ورسی هم بود، خیلی ورس خفن. آره. بعد اون من ازش کار خوب نشنیدم متاسفانه. آیا درسمون حرفه با از چشه های خط میگن بچه های بند بمون؟ آره همین بود ورسش؟ نه نه اون هنگش بود تیم من الماسه زنجیرم تلاسه تو آلبوم آیت آره، آره، یه کار جالبه ولی تو این مدت میکرد پایا این بود که خیلی سیلابا رو تمیز میچید. بودن از اول سیلاباش تمیز بود، ولی اون آهنگش آره، دیگه همه مولتی رایمه. سلطان سیلاب، شعرام مثل بهرام نیبی وست مثل... آره. خیلی دلم برای اون پایا تنگ شده، کاش که ما هم همینطور. خیلی خفن بود. آره واقعا. واقعا یکی از اولین رپرهای استایلیست رپ فارسی، یعنی شاید خیلی از رپرهای استایل خاصی نداشته باشن، صرفا با یه پیرن مردونه بیان، و فکر می‌کنم جزو کسایی بودی که اینو جا انداختی. می‌خواست پیرن مردونه رو خوب. آره خیلی ها اینجوریه دیگه، حقیقت دیگه، نمیشه نگفت مثلا. آره آره همون بحث معلم پرورشی دیگه. آره خیلی ها اینجوریه، اصلا براشون مهم نیست یا اصلا تو عکس و اینا. تو خودت جزو کسایی بودی که قدیم این کارا رو خیلی می‌کردی، استایل خاص و فلان و اینا، مد نظرت بود اینو جا بندازی یا نه فقط تیپ خودت بود همونجوری؟ ببین حقیقتا هم اصلا همینه که من اصلا قبل از اینکه وارد موسیقی بشم و اینا هم اصلا من از بچگی خیلی کنجکاو و علاقه‌مند بودم به پوشاک و لباس و مخصوصا اکسسوری. حتی از سن خیلی کم شروع کردم به نقره جمع کردم، برای اینکه یه ارتباط خاصی با نقره‌جات کلا زیورالات نقره و این داستانا گرفتم، که خب مشخصه توی همه در واقع خروجی ظاهری الانم. و اینکه این طوری بوده که من همیشه بودم، یعنی اصلا بازم میگم ارتباطی با موسیقی ندارم، و وقتی موسیقی هم اومد چاشنی شد اینا با هم دیگه ادغام شد، و طی این سالها خب سلیقه منم به هر حال تغییر پیدا کرد و به یه پختگی در واقع نسبی رسید که از یه جایی متوجه شدم که دیگه اون روندی که میخوام پیش برم به این شکله، و از اون موقع روی برندینگ در واقع کار کردم. یعنی اصلا برنامه‌ای که داشتم به صورت دراز مدت این بود که تهم و دیگران و جزئیات کار رو روی برندینگش خیلی کار بکنم، روی لوگوها، روی در واقع تصویر خروجی که مشخص باشه که کار ما اصالتش به چه صورته و متمایز باشه از اون چیزی که هست. آره اوکی. یه چیزی که ما الان خواستم بگم نمیدونم چجوری بگم، یه کوچولو به نظر من منشت با تیپت اینا نمیخوره و این تناقضه باله، چون مثلا تیپات اینا یه حالت فریکی عجیب غریبیه، حالا مدل انگوشترا حالا مثلا با شمشیر و چاقو و اینا هی چیز میذاری و استوری اینا، بعد ذهنیت مقصد آدم وقتی باهات حرف میزنه، مثلا من وقتی اون استایل ازت میبینم حس میکنم مثلا یه آدمیه که وقتی مثلا میشینی جلوش شما مثلا اینجوری میکنه میدونی، ولی اینجوری نیستی میشینی توضیح میدی. آره اینو اصلا میگن، همه میگن، یه جایی هم خیلی بعضیا پرخاشگرانه این داستان رو مطرح میکنن که داداش چرا رخ میگیری یا چرا اینجوریه، تهم چرا انقدر خودشو تحویل میگیره یا فلان، در صورتی که من
همیشه همینجوری بودم حقیقتاً و اتفاقا اون حالت رو هم دارم و دروغ نگم، ولی بستگی به مودم داره در وهله اول و اینکه با اون آدم طرف مقابل چقدر خوب آدم حال بکنه یا بتونه ارتباط برقرار بکنه. ولی عموما سعی میکنم تا جایی که میتونم واقعا فروتن باشم و آروم باشم و رفتار مناسبی رو از خودم نشون بدم، برای اینکه خیلی به نظرم مهمه، یعنی یکی از فاکتورهای خیلی مهمه هر آرتیست یا هر کسی که خودش هنرمند میدونه است که بلد باشه که اصلا به چه صورت باید ارتباط برقرار بکنه با مخاطبش از نزدیک، میفهمی؟ و نمیدونم این جا افتاده دیگه، خلاصه ته این سالا خیلی وقتا این اتفاق میفته که بهم میگن که چرا انقدر متفاوته و من سعی کردم اینا رو توی قبیله دیگران یه جوری تعریف بکنم که اونا با اون ساید شبین آشنا باشن، ساید چز رو متوجه بشن، میفهمی؟ این جناهای کاملا از هم دیگه متفاوته که من درون خودم دارم. من میتونم بسیار شوخ طبع باشم و طنز پردازی به قول معروف تو لحظه انجام بدم، خیلی وقتا هم لوسه ها ولی واسه خودم بامزه است، ولی خیلی وقتا هم میتونم جدی باشم حقیقتا. و اومدم به این شکل میخواستم اینو بگم که تعریفش کردم برای مخاطب که بتونه متوجه بشه که چرا این به این شکله. از اون طرفم اینم بگم که من حالا قبلا هم اعلام کردم یه فیلم کوتاه دارم، همین الان خواستم بپرسم بگم این فیلمه چی شد. آفرین. آره، ترکیب فیلم و نماهنگ میگم انیمیشنه و این رو قرار بود یه کارگردانی یکی از دوستامون بیاد و این کار رو انجام بدیم که اون نیومد و به تعویق افتاد، ولی پیگیرش هستم که حتما امسال انجام بشه و خیلی از این سوالا و این جریان ها رو در واقع اون تو توضیح میدم، واسه همین دیگه الان فکر میکنم کافیه توضیحاتی که دادم در موردش. پس منتظر باشیم کامینگ سون. آرایزم. آقا آلبوم شبکده کی میاد؟ آلبوم شبکده اتفاقا زودتر از اون چیزی که فکر میکنیم، برای اینکه همه فکر میکنن شاید اسفند مثلا یا فصل زمستون، ولی احتمال داره که حتی شهریور ریلیزش بکنم، برای اینکه واسه اسفند بازی برنامه دیگه دارم و باید توی این فاصله این مابین هم کارهای دیگه ای که باید انجام بشه رو انجام بدم، واسه همین احتمالش خیلی زیاده که زود بیاد، یعنی تا یکی دو ماه دو سه ماه آینده. ایول چند تا ترکه؟ تا الان فکر میکنم 13 تا آهنگ باشه. 13 تا فیت عجیب غریبی داری یا همون بچه خود رو؟ قطعا. ایول آقا یه سوال میخوام ازت بپرسم، چون تو خودت قبل از اینکه بیای تو پایدار به هر حال رپری بودی که میشناختنت و جزو به هر حال پیشگامان این داستان بودی، چرا پایدار؟ چی شد اصلا شد پایدار؟ ببین یکی از دلایلش رو همین عقب‌تر داشتم توضیح میدادم، من جز معدود کسایی هم توی رپ فارسی که اکثریت رو دیدم و معاشرت کردم و شناخت داشتم نسبت به اصلا دیدگاه یا طرز فکر یا هر آنچه که از اونا در واقع ارائه داده میشده توی رپ فارسی، و خب هیچ کس رو من خیلی زیاد در واقع باش معاشرت کرده بودم طی سالها، و از اون طرف نکته اصلی که گفتم داشتم توضیح میدادم که در مورد عرفان بود این بود که عرفان و پایدار تازه شکل گرفته بود، داشتن اون تصویر و اون محتوا و اون خروجی رو در مجموعه ارائه میدادن که خیلی نزدیک بود به اون چیزی که من میپسندیدم، برای اینکه از کیفیت لازم برخوردار بود و پایدار جزه حالا یا تنها گروه یا جز معدود گروه های اصلا فعال توی موسیقی حالا رپ فارسی یا ایرانیه که توی اون خط وسطه که گفتم را میره و فعالیت میکنه، یعنی هم از نظر تجاری بچه ها کارشون رو میدونن که به چه صورت پیش ببرن، هم از نظر محتوایی هر وقت که پاش بیفته من خودم شرط میبندم روشون با اکثریت رپ فارسی، میفهمی چی میگم؟ و این خیلی نکته مهمیه که آدم ها متوجه بشن که ما تیه حالا برین در واقع هیستوری تاریخچه رو نگاه بکنین 10 سال 15 سال گذشته چند نفر رو میتونستین به صورت بین المللی معرفیش بکنین که بگین این آرتیست رپ فارسیه و موجب خنده یا تمسخر یا جدی گرفته نشدن حتی نشه، میفهمی چی میگم؟ یه نکته ای که همیشه مهم بوده برای شخص من و حتی گروه پایدار و فعالیت هایی که میکردیم همین بوده که ما رو اگه یه آدم غیر ایرانی ببینه چی فکر میکنه راجبمون؟ آیا بحث مثلا همون معلم پرورشی هست که میگیم خب تو با اون ریختت
هر کس دیگه‌ای که یه ذره مخاطب حرفه‌ای‌تر باشه یا بین‌المللی باشه و تو رو بخواد آنالیز بکنه اصلا جدی نمیگیرتت اون موقع، میفهمی؟ حالا الان یه جوری شده باز دنیا فرق کرده که ممکنه اون معلم پرورشی هم با اون روخش بیاد تو و مخاطب خودش رو داشته باشه، میفهمی؟ از قصد انگار اون کار رو انجام بده، ولی اون موقعی که از قصد نبوده، واقعا استایل همه این بچه ها بوده از نظر ظاهری و پروداکشنی و محتوایی اجرایی همین داستان و پایدار سنگین زدی ها تنها گروهی هم بوده حقیقتا یا خود عرفان که اصلا برنامه گذاشتن و کنسرت گذاشتن و اجرا و این داستان ها رو پیشگامش بوده، میدونی؟ حالا الان مثلا چهار تا بچه بس این پیش میاد که تعداد نفرات رفته به اجراها و اینا رو بخوان راجبش صحبت بکنن، بحث اینه که اون موقعی که من خودم حتی ایران بودم و فیلم بک استیج عرفان که داشت میرفت روی استیج رو میدیدم و چی میگن سر شوق و کیف میاورد من رو، اون موقع اینا اصلا کجا بودن، میفهمی؟ یعنی تو اگه داری فعالیتی هم میکنی توی همین راهیه که این آدم ساخته خیلی مقدار زیادی شو، بعد تازه واسه خودش داریش و خوشونو میکشی. ببین حالا اون یه بحث دیگه هم هست، حالا تو هر کاری شکست و برد وجود داره دیگه. حالا بعضی از حالا بحث کلکلشو کاری نداریم، حالا مثلا یکی بخواد کلکل کنی یه چیزی بگه، ولی بعضیا اینجوری هن که شکسته یکی میبینن خوشحال میشن. خب چرا بعد خوشحال شد از شکسته یک شخص؟ ولی به جز اون داستان من مثلا با خود عرفانم صحبت میکردم، گفتم مثلا بعضی از بچه بودن که تا حالا خودشون کنسرت ندارن و راجبه این نظر میدادن. حالا آره یه شخصی هست پر کرده ترکونده میاد میگه، مثلا میگه معیارش اینه، میگه آقا من انقدر پر کردم شما چی؟ ولی یه کسی که تا حالا اصلا مثلا استیج بک استیج کسی هم نبودی، مثلا راجبه چی داری صحبت میکنی؟ واقعا نقدی که هست اصلا طرفداری و اینا نیست، بسی که واقعا این داستان هست. خب بیا خودت اون کار رو انجام بده، بیشتر پر کن، اون وقت بگو دادش من گذاشتم شما چی، بیا اصلا راجبش دوتا آهنگ بده. ولی یه نکته، یه پرانتز من باز کنم میونه که علامت این که از دید من یه بحثی که هست مطرحه و خیلی هم مهمه اینه که تمامی کسایی که فعالیت میکنن باید حرمت کاری که دارن میکنن رو حفظ بکنن و این حرمت یه سری کد داره، یه سری تعرفه داره و یه سری قواعد داره و یکی از مهمترین نکاتش اینه که شما به کسایی که بنیانگذار این داستان بودن باید ادای احترام بکنی، حتی اگه میخوای دیس بکنی یه کسی رو که از خودت بزرگتره، بنیانگذار کاره یا مثلا فلان، باید بتونی تو سطح طرف و لول ادبیات و شعور و در واقع منش اون طرف باهاش صحبت بکنی، نه اینکه من یه لاته مثلا چاقوکش گردن کلفتم میخوام با مثلا نویسنده کتاب ادبی مثلا شاخشونه واسش بکشم، میفهمی؟ اصلا این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد. اینا اگه بچه ها متوجه بشن باز خیلی میتونه اتفاق بیفته. ببین این که تو میگی باز یه بحثی داره، آقا تو میخوای برای مثال هیچ کس رو دیس کنی، زدبازی رو دیس کنی، پایدار رو دیس کنی، بهرام رو دیس کنی، برای چی میخوای دیسش کنی؟ آیا واقعا نقدی به کارش داری یا واقعا ضعفی داره، طرف مثلا اوورریتده، میخوای بیای راجع به اون صحبت کنی یا نه میخوای دیس کنی که دیده شی؟ بس اینجاست، میدونی؟ چون آره آقا چرا نمیشه آفه. مثلا یه موقع است آره واقعا هیچ کس داره اشتباه میزنه، سیاستش اشتباهه، شاید من خودم برنامه سیستم راجعش صحبت کنم، نه فقط هیچ کس، خیلیای دیگه، ولی خب احترامی که از سر جاش نمیره. این مسیر کوه بوده، یه سری‌ها این کوه رو برداشتن خوردش کردن، یه سری‌ها دیگه اومدن اینو خاکیش کردن، یه سری دیگه اومدن آسفالت کردن، و حالا تو اینجا هدفت چیه؟ میخوای دیدشی یا نه میخوای بگی آقا داداش درسته تو این ولی داری اشتباه میزنی یا؟ خب این خیلی قشنگه، ولی اینکه بخوای بیای بگی آره اینو البته میشه، یعنی مخاطبی که آگاهه خیلی راحت میتونه بفهمه که طرف قصدش از دیس کردن یا وارد این ماجرا شدن چیه، برای اینکه توی کلامش حتی مشخصه. یه وقتایی هست که اون دیسه یه جاهایی رو داره دست میذاره که طرف هیچ توجیهی واسهش نمیتونه داشته باشه، میفهمی چی میگم؟ ولی یه وقتایی هم هست که فقط مشخصه. خیلی هم داشتیم از این مدل دیس ها که فقط خیلیه. همجوری جهت اصلا اون دیس ها خیلیه. آره 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 آره. اونا که خیلیه، ولی خب نمیدونم، من خودم با اون دیس ها زیاد حال نمی کنم، چون اصلا میبینی طرف یهو اصلا ویو نداشته، یهو میاد یه دیس به شخص بزرگی میده یهو کلی ویو میگیره، بعد خیلی هم خودشو باد میکنه. خب بابا تو الان اونایی که دارن تو رو دنبال میکنن کسایی که دشمن اون شخصن، طرفدار تو نیستن، چرا باید مثلا این کارو بکنی؟
عجیبی. آره بعدم این چیزا مهم نیست خیلی، یعنی اتفاقات خیلی زود گذر از دید من و توی دراز مدت بعد دید آدم ها رو، آرتیست ها رو، افراد مختلف رو که چی کار کردن و چه اتفاقاتی رقم میخوره. آقا یکم بحث رو میخوایم کوچولو فان کنیم و یه بحثای دیگه را برو بریم. آره یه ذره جدی و خوش شدیم. خیلی جدی شد. آقا استقلال یا پرسپولیس؟ من فوتبالی نیستم حقیقتا، فیفا بازی میکنم، بعدم نیست بازیم، ولی یه فیفا بزنیم شرطی. آره نداره کلا. اگه بخوام انتخاب کنم استقلال، به خاطر اینکه همه این طرف استقلالی هم. یه فیفا ضبط کنیم با هم شرطی. فیفا بزنیم. آره آره بزنیم. اوکی آقا یه فیفا منتظر باشید با تام. جی جی یا کچی بیت؟ کچی بیت. چرا؟ از نظر خروجی. بهرام یا هیچکس؟ هیچکس. هیچکس. بهرام قدیمم حتی؟ آره اصلا شک نه. ده هیچ. بهرام یه نکته رو راجبش بگم، من بهرامو دوستشم دارم، یه سری آهنگاشم هست که واقعا جالبه برام، ولی بهرام یه نکته که داره صداشه و به واسطه اون صدا شاید بتونیم بگیم حتی overratedه یه مقدار، میدونی، برای اینکه فرم در واقع تفکریش و اینا جالبه، قابل ستایشه، مدل خودش و فعالیتایی که خواسته به نوبه خودش بکنه، ولی یه امتیازی که خیلی ازش بهره مند بوده و باعث شده که باعث موفقیتش شده اون صدایی بوده که با اون چاشنی در واقع رپ فارسی و جریان‌ها خیلی مچ بوده و باعث شده که توجه بگیره. برای همین از نظر هنری اگه بخوایم و کلامی و محتوایی و منشی و دیدگاهی حساب بکنیم، هیچکس به نظر من خیلی فراتره. آره ولی اوورریتد و راجب بهرام گفتی، من مخالفم به شدت. چرا؟ بهرام اصلا یه سری موزیکا داره واقعا اصلا آدمو میبره یه دنیا دیگه، بعد خوشگلی که داره مثلا قدیم. خب همه آرتیست ها این آهنگ یه آره آره موزیکایی دارن، ولی خیلی دایرکت و خیلی مستقیم و خیلی میدونی قشنگ. هیچکس هم البته همین فاکتورها رو داره دیگه، یعنی چون رپ از دل خیابون باید بیاد، یعنی باید متنت جوری باشه که یه آدم عادی متوجه بشه دیگه، نه اینکه مثلا طرف مجبور باشه مثلا 50 تا کتاب فلسفه خونده باشه تا ببینه چی میگی. و هیچکس رو بهرام تو این داستان خیلی چیزی که داری تو میگی به سورنا پس وارده دیگه. سورنا جدیدن خیلی سخت شده ولی باز خیلی. خب ببین نکته اینه که از دید من، ببین عزیزم، الان ما توی سال 2022-1401 و خیلی از اون تفکرات و سنت‌های در واقع قدیمی و اینا منسوخ شده است. خب ببین راجب سنت حرف نمیزنم، اما راجب حرفی که منظورم اینه که نه خب بذار من نکتهمو بگم. نکته اینه که این دیگه این چارچوب و قواعدها از دید من اصلا معنی نداره که رپ از دل خیابون اومده یا رپ از فلان و الان باید به اون شکل باشه. اصلا از دید من هیچ کدوم از این قوانین وجود نداره. موسیقی خودش یه ابزاره که ما داریم ازش استفاده میکنیم که یه خروجی که توی ذهنمون بوده رو به گوش مخاطبمون برسونیم، خیلی وقتا واسه دل خودمونه. حتی اصلا هیچ قاعده و قانونی به نظر من نباید وجود داشته باشه. الان توی رپ حالا خارج از کشور هم میبینیم که کسا و آدم ها و فرم هایی وارد این داستان شدن که اصلا هیچ ربطی به اون رپ و هیپ هاپ اصیل و اولد اسکول ندارن ولی مخاطب دارن، برای اینکه فضای انتشار دادن اصلا متفاوت شده دیگه. هر آدمی میتونه خودش اون چیزی که هست رو بیاره و ارائه بده و عرضه بکنه. بریم سراغ سوال بعدی. من با این حرف اصلا چیز نیستم، یعنی نمیگم بعد چارچوب داشته باشه، ولی خب بخوایم واقعیت رو ببینیم، مثلا اون زمان، یعنی اون زمان کسایی که اصلا رپ گوش میدادن و اینا، میدونی، بعد تو مثلا میخوای کار، به نظرم اگه میخوای کار تاثیرشو بذاره باید یه کاری بدی که عموم متوجه بشن، چون بر فرض مثلا تو وقتی یه موزیکی میدی که 200 میلیون نفر متوجهش میشن، اگه 10% هم تاثیر بذاره خب یه تاثیر خوبی گذاشته، ولی وقتی یه موزیکی میدی که مثلا شاید 500 نفر هم متوجه نشن خب تاثیرگذاریش هم کم میشه. تو یه آهنگ تاثیرگذاری که 200 میلیون ایرانی که نداشتیم، ولی ایرانی که نداشتیم، ایرانی مهمه چیزی گفتم. و آره اونجوری اگه بخوایم عدد و رقمی حساب بکنیم که باز میره توی اون بحثی که خب ساسی مانکن ها هم هستن و فلان، این باز نه دیگه. ببین بحث منو نه، ببین منو تو باید یه جلسه اختصاص بدیم فقط راجع به این مسئله. نه فکر کنم من منظورم اشتباه گفتم، یعنی منظورم اینه که وقتی یکی میخواد تأثیر بذاره باید یه جوری بگه که آدمای بیشتری متوجه بشن که چی داره میگه، یعنی مثلا آره منتها نکته اینه که یه اصطلاحی داریم تارگت آدینس، یعنی اینکه مخاطب شما کیه. آفرین. مخاطب رپ فارسی کیه الان؟ مثلا یه آیا دکتر دانشگاهی مثلا تو کمبریج یا مثلا آکسفورد نیست دیگه؟
نه آخه لزومی نداره دکتر دانشگاه کمبریج باشه کسی که متوجه یه سری چیزا بشه. ببین یه بعضی جاها خدایی لازمه، یعنی بعضی جاها بعضی از آهنگا میاد که ببین نه لزومن، تو که نمیخوای به قول معروف فتوا بدی یه چیزی به صورت عمومی اعلام بکنی، یه وقتایی میخوای یه حرفایی بزنی که اونایی که متوجه میشن جذبش بشن، یا میخوای که اونایی که توی اون حالت دو به شکیان که هنوز این سمتی بیان یا نیان بفهمن که مثلا قدمای بعدیشون چیه، یا یه آدمی که جلوتر رفته میتونه بهشون بده. خیلی وقتا من خودم به شوخی میگم که من مثلا آهنگی که تولید میکنم واسه مخاطبای رپ فارسی نیست، واسه هنرمندای رپ فارسیه، میفهمی؟ این که اونا رو تحت تاثیر قرار بدم. این مسئله خیلی میتونه گسترده باشه، به نظر من اصلا نباید چارچوب و قاعده آره. ببین مثلا این حرفی که زدی گفتی برای هنرمند رپ فارسی، مثلا یه موزیک تو خودت داری، من خیلی دوست دارم بالا بر، خیلی کلمات ساده است ولی معنا خیلی عمیقه. یعنی تو وقتی از لحاظ معنایی، من خودم واقعا با اون کارش کردم، یعنی من بار اولی که اونو گوش دادم موهای تنم سیخ شد، چون رفتم تو عمق معنیش و میدونی کلمات میدونی کلمات قلم، یعنی اون کار به نظر من خیلی از همه چیش استرکچرش یه جوری بود که یه قافیه فقط دو سین که من یه قافیه قلم به گفته باشم اونجا نیست که ذهنتمون هم ذهن شنونده رو منحرف کنه، میدونی؟ و اون قشنگه، میدونی؟ چون تو قشنگون من فکر کنم هر الان با این مثالی که زدی مخصوصا راجع به یکی از کارهای خودم متوجه در نکتت شدم. آره میفهمم. آره میدونی قشنگ اون کارو وقتی گوش میدیم خیلی رو کار رو من تاثیر گذاشت. فکر کنم 2018 یا 19 بود اون کارو ریلیز کرد، درست میگم؟ رپر داخل ایران یا رپر خارج ایران؟ 100% داخل. این جنگی که بچهای خارج و داخل دارن و منظورت ایرانی و غیر ایرانیه یا اونایی که توی ایران یا خارج از ایران؟ نه اونایی که توی ایرانن و خارج از ایرانن. نه اونو چه فرق میکنه؟ اصلا فرق نمیکنه به نظر من. با این چیزی که میگن اگه تو ایرانی سی نمیتونی راجع به ایران حرف بزنی، موافقی یا مخالف؟ مخالفم. از چهرت معلوم بود قشنگ گفتی چیه داری میپرسی اصلا چرا باید اینا من بپرسی؟ نه ولی آره مطمئنم مخالفم، برای اینکه این چه حرفی هست. اوکی آقا تو هنرهای دیگه هم دست داری، حالا بجز این که فهم کنم دیزاین لباس اینا میکنی، نقاشی هم میکنی؟ اون نقاشی هایی که از بچه های دیگه هم من همه کار میکنم. من چون یه مدل خیلی کنجکاوی بودم همیشه و خیلی هم زود یاد میگیرم، توی همه چی دست بردم و الان کارهایی که در واقع میتونم توی سطح خوب درست استاندارد انجام بدم، تدوین ویدیو، کارهای گرافیکیه با فتوشاپ، کارهای در واقع حالا ساوند انجینیرینگ به قول معروف، مهندسی صدا، میکسینگ مسترینگ حالا ریکورد کردن دیگه، نوشتن و آهنگسازی و اینا هم که کنارش هست، و طراحی مطمئنن همیشه یکی از فعالیتایی که من انجام میدم، چه حالا تو زمینه لباس چه تو زمینهای دیگه. تازگی حالا میخوام وارد بشم دیگه به عرصه‌های دیگه، یه مقدار تصویری و حالا فیلم کوتاه و شاید تئاتر رو، یعنی اجرا و نمایش رو به اون صورت. یعنی نمایشنامه بنویسی؟ نوشتم اصلا. آره من کلا خیلی برعکس اون چیزی که ارائه میدم توی فضای مجازی خیلی فعالم خودم اینور، و دائم در حال در واقع انجام دادن یه کاری هستم. گیم هم میزنی؟ ببین گیم بازی میکنم ولی گیمر نیستم اونجوری که هر بازی میاد و اینا. مثلا آخرین بازی که کردم تموم شد و دوبار حتی تقریبا رد دد دو اتفاقا خوشم نیومد خیلی، برای اینکه اون چیزی که توقع میرفت بعد از این همه سال بیاد و حداقل یه تفاوتی باشه به نظرم نبود. ولی گوست آف سوشیما رو میخوام بگم که اون دیگه اصلا خیلی همه چیش با روحیات من، چون میدونیم از قدیمم خیلی همیشه انگار یه سرم به اون ساید ژاپنی و مثلا آسیا شرقی و اینا وصل، کاتانا و مثلا این داستان این شکلی، و این بازیه همه اون آدمایی که خیلی دوست دارن این داستان و مخصوصا همین بحث شمشیر و شمشیر ژاپنی، و چون میدونی این یه ورزش رزمی هم هست به اسم ایایدو که من انجام میدم، که تو با کاتانا در واقع یه سری فعالیت ها انجام میدی و اینا، اون حسه رو خیلی خوب در واقع تداعی میکنه و این بازیه، یعنی با شمشیر میزنی قشنگ میره اون جاهایی که نباید بره داستان. ولی آره قشنگ میشینی بازی میکنی بعد خواهات اونجا تصور میکنی اونجا. آره آره دیگه اونجا چزم فعاله قشنگ، چز داره بهش خوش میگذار. این هست که آقا یه بخشی بود ما از برنامه حذف کرده بودیم، خیلی
میگفتم بپرس، مخصوصا اون استوری که گذاشته بودم سوال بپرسم. برو بریم. این بود که اسم رپر میگیم حالا یه نظر یا هر چی میاد راجبت، و اونایی که خیلی اسم برده شده بود و من گذاشتم. اسم اول تتلو بود. خب چی بگم؟ نظرم بگم؟ هر حسی راجبش داری توی کلمه یا یه جمله توصیفش کن، نظری راجبش داری. ببین تتلو به نظر من تاثیرگذاری مثبتش میتونه خیلی بیشتر از منفی و مخربش باشه. باید شرایط رو طوری براش فراهم کرد، آدمی که در واقع اونقدر مخاطب داره و خروجی داره که بتونه تاثیرات مثبت بذاره، چون داره درونش که بتونه این کارو بکنه. یعنی الان تاثیرات مثبت نمیذاره یا میذاره؟ الان میذاره، ولی خب اون به اون شکلی که مردم شاید روش شناخت داشته باشن یا کارهای حالا نکات منفی که داره از نظر ساختار شکنی و در واقع ناهنجاری های اجتماعی اگه بخوایم بهش بگیم، میتونه اون ساید مثبتش در واقع طرف مثبتش غالب باشه به این طرفش. منظورم این بود. حالا یه کلمه میگم نشد کدوم سایدش به کدوم غالبه؟ نمیدونم حقیقتا، خیلی وقت دنبال نمی کنم به اون شکل که بخوام بگم. اسم بعدی پوتک. پوتک پیشرفت اگه یه کلمه بخوام بگم. خیلی خوب گفتی. فدایی. درجا زدن. اگه یه کلمه بخوام بگم نسبت به الانشون اینجوری سعی میکنم بگم آره فدایی. آره خوبه، خیلی اینجوری درجا زدن. حالا هر جا حس کردی نیاز به توضیح داره خود آره، توضیح آره بگم. آره اوکی. مهراد هیدن. مسیر اشتباه. محمد رضا شایع. نظر شخصی خودم دیگه. درست دیگه. مصاحبه تهمه هر چی دوست داره اصلا. اوکی. هر چی دوست داره. شایع یه مقدار اوورریتد به نظرم حقیقتا، و اوورریتد کلمه فارسی داره. فارسیشو فکر نکنید. پیش از حد مورد توجه قرار داده شده، گرفته شده. کلمه نیست دیگه، جمله شو. حالا تا وقتی که واسه اوورریتد پیدا کنیم فعلا اوورریتد. اتفاقا این چیز که میگی یه نقدی که خیلی بهت هست، من دیدم اینه که کلمه ها رو اینجوری فارسی نیزش میکنی، مثلا همخانه. چرا اصلا نقد؟ این خیلی چیز باحالیه. آخه بعضی من دیدم اومده بودم مثلا نوشته بودم گفتم اصلا کروس و همخان بگی اشتباهه اصلا به این دلیل. به حالا من کاری ندارم، من چون خودم خیلی تو این داستان وارد نیستم. چه دلیلی؟ آخه این اگه از ریشش از کور آس بیاد، اینا البته من انتخاب نکردم، فکر می‌کنم هیچ کس انتخاب کرده همخان رو، تدوین دو همخان. آره اون هم با مزه. به نظرم جالبه. حالا اگه حال میکنه حال بکنه، اگه نمیکنه نکنه. اسم بعدی بهمن دیو. کلی هم داستان داشتیم تیمتون. بهمن دیو نمونه بارز اشتباه زدن. حمید صفت. حمید صفت بیشتر از اون چیزی که باید مورد نفرت قرار میگیره به نظر من، جا داره یه ذره مهربون‌تر باشن اون این طرفه در واقع رپ فارسی باشه. اوکی. علی جیدال. علی شمشیر. الان تو این لحظه بهترین کلمه شمشیر رو بسنید. چون برنده میزنه منظورته؟ آره یه چیزی. نه برای اینکه به اون دفعه نمیدونم دیدی برنامه من و عرفان رو که به شوخی لقب علی شمشیر دادیم بهش، برای اینکه منتظره که شمشیرشو بکشه و ببینه کی چی گفته و اینا. بعدم الان یه چیزی به شوخی شده داره میگیم شمشیر رکوردز. خروجی های علی از شمشیر رکوردز. خب سامان ویلسون. سامان ویلسون کودک 11 ساله. 11 ساله میگفت یه چیزی گفته بود که برنامه خدا 10 ساله. اسم بعدی باشون خیلی هم داستان داشتین. تنبه 10. تنبه ده داستانی نداشتیم. چی شدن حقیقتا؟ و اتفاقا تو این کار اخیر ما یکی از بچه های تنبه ده هم بود توی کار خانوادگی. فرهام سزار. آره منحل. یه کلمه هایی بخونم آقا این یه داستانی که هست خیلی تو درگیری ها خودتو قاطی نمی کنی. مثلا همون موقع هم که دیسپکی که داده بودید به تنبه ده، اولش هم میگفتین فاز دیس و دیسپک و این بچه بازی ها رو به این ندیم، ولی خب عملا داشتین اونو من میگم. من نه، من از جانب خودم همیشه میگم دیگه. آخه اون آهنگ صدا هرم. چون عرفان تو ورسش مشخصا یه جایی میپردازه به اون داستان. آره منم میخوای بگی که پرداختم، من جایی اینجوری نبوده. شاید یه ترکی من داشتم به اسم امام فلو. اون تو همه رو زدی، حسین رو زدی. یادم اون موقع حسین آهنگش گفت سفنگک. حسین نه. آره دیگه مسخره می‌کنی. نه اینی که تو میگی اون یه آهنگ خیلی قدیمیه که به اشتباه اسمش هم دیستوال پخش شده. آها. اون مال خیلی قدیمه، یعنی حالا جالب شد که اون گفتی. اون آخه من به اسم امام فلو شنیدم. نه امام فلو یه آهنگ دیگه یه و جدیدتره به نسبت اون آهنگ. اسمش گل منه، برای اینکه می‌خواستیم بی رپ ترین اسمی که میتونیم نسبت به اون آهنگو بذاریم. و یه نکته جالب اینه که مهدیار هم
توی اون آهنگ هست، صداش هم هست و ما توی استودیو ضبط کردیم و خیلی هم بهمون خوش میگذشت، چون انقدر توی اون آهنگ مسخره‌بازی درآوردیم که حالا گوش بدی یه بار دیگه میفهمی و اون جایی که یه نفر دیگه داره صحبت میکنه صدای مهدیار اتفاقا. تکستش هم برای زمان خوش خیلی بابا، مثلا میگفتی تو شومی نتونی چوب بیسبال تو مثلا چیز میکنی. اون آره برمیگشت به تیب، تیب یه رپ کنی بود خیلی قدیم که الان نمیدونم کجاست هستم، ولی جدیدن هم برگشته ولی توی آهنگش میگفتش که من توی مثلا صندوقم چوب بیسبال دارم یا همچی چیزی. بعد ما هم از اول فازمون اینجوری بود که خیلی عرق نداشتیم به اون چیزی که از غرب شاید تحمیل میشد و اینا، و این بچه هایی که خیلی جو زده در واقع متحمل اون چیزه میشدن، غربگرایی میشدن، خنده دار بود واسه اون، واسه همین که اونجوری مثلا نقدشون بکنیم. کلن اون آهنگ همه رپ فارسی رو یه جورایی نقد کردیم، همه اون نکاتی که به ذهنمون رسیده بود نقد که نکردیم، تک و لغت خیلی ها رو داشتیم میزدیم. نه با شوخی. ولی خیلی این باحال بود، من گفتی پس چه ببین تاثیر اشتباه رسانه ها که این آهنگو یا به اسم امام فلو یا دیسوال همیشه پخش شده. آره رسانه ها که خیلی ضعیف عمل میکنن به نظر من. حالا الان باز واقعا بهتر شده و با ظهور این نسل جدید و فعالیت مخصوصا بچه های مثل خودت و کارهایی که میکنین خیلی بهتر داره واقعا پیش میره، ولی خیلی از رسانه های رپ فارسی متاسفانه مفسده. به اشخاصی تعلق داره، نه حالا با اون اشکالی نرم، به اشخاصی تعلق داره که اونقدر از نظر اطلاعات و دانش نسبت به کاری که میکنن یا اصلا تاریخچه یا کاری که اینا دارن به عنوان رسانه توش فعالیت میکنن ندارن اون چیزی که لازمه رو و فوق‌العاده نسبت به سلایق خودشون عمل میکنم، میدونی یه جوری شده که البته تا این سالا بوده دیگه، حالا ایشالا که آینده بهتر. من اتفاقا همین دیشب یه همچین خیلی هم خوبن، حالا لازم به ذکره که بگیم این میون واقعا کسایی هم بودن و پیج هایی و رسانه هایی که خوب عمل کردن تا این سالها. این حالا مطلبی که میگه من دیشب دیدم طرف اومده بود یه آهنگی که مال 6 سال قبل یه موزیک دیگه بود و به عنوان دیسپک اون موزیکه میگفت این دیسپک اونه و نوشته بود توضیح. خب آقا یه سرچ بزن این آهنگ کی پخش شده، اون آهنگ 6 سال فاصله. آره، آره، یعنی 6 سال قبل اومده میگه دیسپک. شیطنت های احمقانه خیلی به نظرم اشتباهه واقعا، یعنی باعث پسرفت میشه انگار یا درجا زدن حتی. آقا چرا همیشه تو دیسا نیستی؟ دیسا رو بچه بازی حس میکنی بچه بازیه؟ معمولا تو دیسا نیستی یعنی؟ نه لزومم، ببین من آخه خودم خیلی آدم یعنی من انقدر زندگی کردن رو دوست دارم که خیلی حوصله ندارم اصلا که بخوام بشینم و بپردازم به یه همچین جریاناتی. شخصیت چزت معمولا خوابه باشه. آره آره من جلوشو میگیرم برای اینکه انقدر کارهای مهیج‌تر هست آدم تو زندگیش بکنه که چرا اصلا اینجوری. خب مهیج‌تر از اینکه مثلا دو تا پانچ بزنی تو صورت یکی. آره دارم شوخی میکنم. حالا نشستی با بهترین رفیقات مثلا بیشترین کاری که ازش لذت میبرین و انجام بدین، اون به نظر من همیشه میارزه به همه اینا. خب با رفیقات چیکار انجام میدین؟ نه دیگه قرار نشو وارد جزئیات بشی. فیفا میزنیم، درس میخونیم. آره ریاضی تام. این اسیا. خب آقا دمت گرم، خیلی به من چسبید این بحث و گفتگو. عزیزم عشقی، حس می‌کنم که راجع به همه چی حرف زدیم. اگه فکر می‌کنی چیزی جا مونده یا مطلبی رو می‌خوای بگی در خدمت شما. نه دیگه ردیف مخاطبا منتظر باشن، کار زیاد انجام میدیم امسال ایشالله و بریم ببینیم چی میشه دیگه امسال. آقا یه نکته همین الان به ذهنم زد که نمیدونم چرا تو سوالا ننوشته بودم، نظرت راجع به بیم یاس چی بود؟ بیمه یاس همین آخرین آهنگش. آره. من کلن یاسر جدید رو خیلی میپسندم و خیلی حال میکنم. میکس و مستری به نظرت مشکل نداشت یکم؟ چرا اگر نظر فنی بخوایم چیز کنیم، یه ایرادی که وارد بود بهش اینه که قسمت اول آهنگ وکال اصلا واضح نیست و آدم اونقدر متوجه نمیشه که دقیقا رپ کن چی رو داره بیان میکنه. از یه جایی به بعد که موزیک آروم میشه خیلی بهتر پیش میره، ولی این ربطی به قدرت خود یاس نداره، برای اینکه قدرت قلمش خیلی خوب شده به نظرم واقعا. پانچلاین و میزان مولتی رایماش. آره. هر ولی یه جا تو اجرا هم به نظر من یه جا قافیه خیلی چف بود ولی بد بیانش کرد، حالا خارج از اون به جز اون موزیک پرفکت بود به نظر من. ممکنه من اونقدر در واقع ریز بهش نپرداختم، ولی چند باری که گوش دادم به نظرم نکات مثبت خیلی داشت توی. آره من اصلا از اون روز به بعد یکم
کمبود مو پیدا کردم. یه آدم دیگه شدی. موها یه رنگ دیگه بوده. آره. خب آقا این از این دمت گرم، خیلی حال داد، امیدوارم که عزیزم شبکده به فدات، شبکده به زودی بیاد و بتره کنی. دمت گرم، تا دیدار آینده عزیزم. مرسی از تو مخاطبا، فعلا خدافظ. خیلی زیاد.